دادگاه صحرایی طالبان در بدخشان، انداختن افغانها پیش گرگها، راهپیمایی زنان هواداران طالبان در حمایت از حجاب. همچنان جوان گرده اش را به خوشویش داد، اما دوست دخترش با کس دیگر عروسی کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. زنان هوادار طالبان در حمایت از حجاب را پیمایی کردند. 8 صبح کابل. شماری از زنان هوادار طالبان روز پنجشنبه 3 جدی به حمایت از حجاب اسلامی در شهر کابل راه پیمایی کردند. این شماره از زنان با خود بنرهای تبلیغاتی را حمل می کردند که روی آن شعارهای در حمایت از حجاب اسلامی و حمایت از طالبان نوشته شده بود. زنان هوادار طالبان همچنان با شعارهای حجاب عزت ماست، حجاب زینت ماست، حجاب افتخار ماست و راهپیمایی خود در شهر کابل ادامه دادند. خبرگزاری دولتی باختر گفته است که این تعداد از زنان در پایان این راهپیمایی خود حمایت و رضایت کاملشان را از حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند. این در حالی است که پیش از این در پی افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، شماری از فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بودند. دادگاه صحرایی طالبان در بدخشان یک زن و مرد را به اتهام روابط نامشروع دور زدند. 8 صبح بدخشان. منابع محلی در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند که طالبان در صحن ریاست دادگاه استیناف این ولایت یک زن و مرد را به اتهام روابط نامشروع در دادگاه صحرایی دور زدند. این منابع پنجشنبه 3 جدی به روزنامه 8 صبح گفتند که حوالی ساعت 11 پیش از 6 یک زن و مرد هر یک از سوی طالبان 39 و 40 دور زده شدند. یک منبع دیگر که نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید که هر قاضی طالب 10 شلاق این مرد و زن را زدند. منبع به نقل از قاضی طالبان میگوید که در نخست حکم به سنگسار صادر شده بود، اما قاضی دیگر طالبان رای به دور زدن دادند. به گفته منابع این زن در نتیجه ضربات شلاق به زمین خورده و ضعف کرده است. مسئولان محلی طالبان در بدخشان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. خطک، افغانها به پیش گرگها انداخته شدند. افراسیاب خطک، عضو پیشین پارلمان پاکستان، به ادای بازداشت دو تن از فعالان حقوق زن افغانستان از سوی طالبان واکنش نشان داده و در توییت نگاشته است که ربوده شدن دو زن، تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل از سوی طالبان در کابل به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، نشان دهنده وحشیگری شبه نظامیان بی قانون در کشور بدون قانون اساسی و نظام دولتی مبتنی بر قانون است. آقای خطک افزوده است که افغانها به پیش گرگ ها انداخته شدند. او همچنان اضافه نموده که سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی مانند ناشنوایان است که نمیشنوند. موضوع ربوده شدن بانوان معترض جاده های کابل در حال واکنش داخلی و خارجی را به همراه داشت که دیشب تمنا پریانی، فعال حقوق زن، با فرستادن نوار تصویری ادعا کرده بود که طالبان در پشت دروازه‌اش ایستادن و میخواهند به زور وارد منزلش شوند، و بدنبال این سخنانش تلفن‌هایش نیز خاموش شد و هیچ اطلاعی در موردش نبود. ساعت بعد یک منبع نزدیک به استخبارات طالبان با موج گفت که تمنا پریانی به دستور مستقیم وزیر استخبارات آزاد شده است. اما امروز وزارت استخبارات طالبان با نشر خبرنامه تلویحاً به ادای بازداشت فعالان حقوق زن پرداخته و نگاشته است که این موضوع دروغ است و این ادعاها برای رفتن به غرب مطرح می شود. استخبارات طالبان بر رسانه ها نیز خط و نشان کشیده و گفته که دیگر موضوعاتی که به باور آنها شایع است نشر نکنند. و در پایان، جوان گرده اش را به مادر دوست دخترش داد، اما دوست دخترش با کس دیگر عروسی کرد. اوزیل مارتینز مکزیکویی میگوید که او به تازگی گرده اش را به مادر دوست دخترش اهدا کرده بود، اما یک ماه بعد دوست دخترش او را ترک کرد و با فرد دیگر عروسی کرده است. اوزل می افزاید از اون متنفر نیستم. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.